به نام یاد خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم در برنامه خودتان، برنامه کنکور در خانه. امیدوار هستم که روزهای خوب و خوش را سپری کرده باشین، اما همچنان مثل روزهای گذشته قبل از آغاز برنامه از شما همه شما بینندگان عزیز خواهشمندیم که یک تا کتاب کلاپچه همراه با قلم در پیشتان باشد تا نکات را که ما برای شما یادآوری میسازیم اون نکات را یادداشت برداری نموده و ازشان نهایت استفاده را نمایید. دوستان، بعد به ادامه بحث های روزهای گذشته ما امروز در مورد ایزوتوپ ها و عناوینی که در روی تخته برای شما نوشته کردیم یادآور خواهد شدیم. دوستان بحث خواهد نمودیم که بار تندست یکشان ایزوتوپ می باشن، ایزوبار می باشن، ایزوتون می باشن و ایزو الکتریک می باشن. این موضوعاتی هستن که ما امروز برای شما انسان در نظر گرفتیم دوستان. اما قبل از موضوعاتی که میخوام بر شما در اینجا در نظر گرفتیم، باید نکته دیگر یادآور شوم. یک بار خیلی کوتاه، خیلی مفصل، خیلی کوتاه درس‌های گذشته را یک بار مرور می‌کنیم، هر آنچه که روزهای گذشته خوانده بودیم، بعد به ادامه درس‌های جدید می‌پردازیم. دوستان، روزهای موضوعات گذشته‌ای که ما خواندیم، این جمله یک بار آمدیم روی ساختار اتم گپ زدیم، یک بار همچنان صحبت کردیم، نظری رادرفورد رو صحبت کردیم، به ادامه نظری رادرفورد در قسمت دیگه‌ش آمدیم دوستان عزیز، نظری چادویگ بررسی کردیم، به ادامه نظری چادویگ ذرات اساسی اتم رو بحث کردیم که این جمله نیوترون بود، موضوعاتی که بود در اونجا، قسمت دیگه‌ای که ما بحث کردیم خدمت شما عزیزان، موضوع خیلی مهم بود، نوکلیوید ها بود، همچنان نوکلیون بود. و امروز میم موضوع بعدی که با شما در نظر گرفتم ایزو الکتریک میباشن. ایزو الکتریک را ایزو اول موضوعشون ایزوتوپ رو بررسی کنیم. ایزوتوپ چی هستن دوستان؟ اول میم مشخصا روی شماره یک هر کدوم شما بار بحث میکنم دوستان. اول میخوایم بگیم ایزوتوپ چی میباشن دوستان محترم؟ ایزوتوپ چی هست، چی نیستن، چی موضوعات را بحث میکنند؟ میخوایم مشخصا بر شما در نظر بگیریم، میگیم که ایزوتوپ عبارت از اتم های عین عناصرند که تعداد پروتون هایشان با هم مساوی باشد، اما تعداد نیوترون هایشان با هم مساوی نباشد. شما در نظر بگیرید دوستان، فرضاً میگم ایزوتوپ را، این شماره یک است، بحث میکنم در روی ایزوتوپ. ایزوتوپ رو گفتیم که عناصر هستند، اتم های یک عنصرند که فقط تعداد پروتون هایش یکسان میباشد. شما در نظر داشته باشید می اتم هیدروژن داریم و اینجا اتم هیدروژن می داشته باشیم. هیدروژن می نویسیم یک یک، اینجا هم یک می نویسیم. می نویسیم یک، اینجا می نویسیم دو، اینجا میگیم یک، اینجا می نویسیم شماره سه. پس می بینیم دوستان این اتم های یک عنصر هستند. روزهای گذشته یادآور شدیم، گفتیم هرگاه هر سه از اینا که یک جای ذکر شد به نام عنصر یاد میشن، ولی هر کدامشون جداگانه مشخص به نام اتم یاد میشن. پس میگیم ایزوتوپ اتم های یک عنصرند که صرف نمبر اتمیشان یکسان میباشند. شما در شکل واضح مشخصا میبینید هیدروژن یک یک، میگیم اتم هیدروژن یک یک یعنی یک تا پروتون داره، اتم هیدروژن یک دو یعنی یک تا پروتون داره، اما نیوترون یا وزن مولکولیشون، وزن اتمیشون با هم فرق میکنه. اینجا میگیم اتم هیدروژن یک سه یعنی پروتونشان یک تا میباشند، ولی وزن اتمیشون سه تا میباشند دوستان. پس میگیم ایزوتوپ عناصر هستند. همیشه دوستان این نکته رو باید داشته باشین، کیمیا موضوع سخت نیست، خیلی موضوع آسان ساده باشن، فقط کافی است کیمیا رو بیشتر از که بخونین. آقا کیمیا مضمون حفظ نیست، کیمیا رو باید یاد گرفت. به طور مثال براتون میگم در اینشان این هیدروژن است، هیدروژن یک یک، یک دو، یک سه. فقط شما ببینین که تعداد پروتون هایشان یکسان میباشن، اما وزن اتمیشان با هم مختلفه. ببینین یک، اینجا دو، اینجا چند، سه باشن، ولی نمبر اتمیشان یکسان میباشن. پس بنابراین گفتم میتونیم که ایزوتوپ اتم هایی هستند که نمبر اتمیش یکسان، اما وزن اتمیشان مختلف میباشن. بینندگان محترم، پس بنابراین اتم هیدروژن سه تا ایزوتوپ میداشته باشن که هیدروژن یک یک، یک دو، یک سه باشن. هیدروژن یک یک را معمولا به نام هیدروژن معمولی یا هیدروژن سبک شد میشن، اتم هیدروژن سبک برش میگیم دوستان اینا. اما هیدروژن یک و دو را ایر به نام هیدروژن سنگین یاد میشن، هیدروژن سنگین یاد میشن. و هیدروژن یک و سه معمولا به نام هیدروژن ایرا، هیدروژن را به نام اتم هیدروژن یک و سه است که به نام هیدروژن مصنوعی برش میگن دوستان. پس بنابراین این الدوسایسیس از بین اتم های هیدروژن یک و یک، یک و دو، یک و یک و یک و دو، یا بهتر میتونیم بگیم هیدروژن معمولی یا میگم هیدروژن سبک و سنگین، هر دویشان در طبیعت به صورت طبیعی یافت میشن، ولی هیدروژن یک و سه هیدروژن مصنوعی باشن اما به صورت رادیو اکتیف یافت میشن دوستان، به صورت رادیو اکتیف یا مصنوعی میباشن دوستان. پس بنابراین هیدروژن یک و یک، یک و دو، یک و سه، معمولا هیدروژن یک و یک را با سمبول پی نشان میتیم، پین پروتونیم یک و یک مینویسیم، اما هیدروژن یک و دو را
با دی نشان میتیم دیتریوم یا دیتریوم میشن یک و دو، ولی هیدروژن یک و سه را با هیدروژن تی با سمبول تی نشان میتیم، یعنی یک و سه میباشن. پس بنابراین خلاصه تر هم گفتم میتونیم میگیم که هیدروژن عبارت از اتم های هستن که نمبر اتمیشان یکسان هست اما وزن اتمیشان با همدیگر مختلف میباشن. موضوع دیگه ای که به شما میخوام اشاره کنم نکته خیلی مهم و اساسی میباشن که بین از اونها هستن هیدروژن یک و سه میباشن که ما سال گذشته سوال فرم داشتیم، دقیقا همین سوال فرم کنکور غزنی آمده بود، سوال آورده بود گفته بود کدام هیدروژن کدام اتم هیدروژن در طبیعت به صورت طبیعی یافت میشه. پس میتونیم بگیم هیدروژن یک و یک و یک و دو طبیعی است، اما هیدروژن یک و سه حالت مصنوعی رو میداشته باشد. قسمت دیگه که میخوایم پاش بحث کنیم ایزوبار میباشن. ایزوبار را اینجا برتون در نظر میگیریم، ایزوبار شماره دو. ایزوبار برعکس از این نمبر اتمیش یکسان نیست بلکه وزن اتمیشان یکسان میباشند. اینجا پس می نویسیم ایزوبار، میخوایم روش صحبت کنیم. دوستان شما در نظر بگیرید دوستان، مثلا اینجا داشته باشیم ارگون، داشته باشیم 18 وزنش باشد 40، پتاشیم را میگیریم 19 اما وزن اتمیش میگیریم 40 میگیریم، در کنارش کلسیم را در نظر میگیریم میگیم 20 وزنش هم 40 می باشند. پس بنابراین دوستا خیلی راحت گفته می توانیم ایزوبار اتم های عناصری هستند که نمبر اتمیشان مختلفه. ببینیم که ارگون 18، پتاسیم 19، کلسیم 20، اما وزن اتمی همهشان یکسان می باشند. کلسیم 20 40، پتاسیم 19 40، ارگون 18 40 می باشند. شاید سوالی در ذهن شما بینندگان خلق شد، چرا؟ پس ما خوانده بودیم که پتاسیم 1939 نمبر اتمیش 19 است، وزن اتمیش 39 میباشند. دوستان عزیز، شما بینندگان محترم و شما خوبان، شما کنکوریان، پتاسیم را که نوشتیم 1940، پس 1940 یک از ایزوتوپ های اتم پتاسیم میباشه، عنصر پتاسیم میباشند. پس خلاصه میتونیم بگیم که میتونیم بگیم دوستان ایزوبار نمبر اتمیش یکسان اما وزن اتمیشان مختلف میباشند. موضوع بعدی که با شما میخوام صحبت کنیم مشخصا هستن روی ایزوتون میخوام صحبت کنیم. میفهمیم که ایزوتون چه هستن، اینجا می نویسیم شماره 3. پس ایزوتون چی میباشن؟ ایزوتون عبارت از اتم های عناصر هستن که فقط و فقط تعداد نیوترون هاش با هم یکسان میباشن، وزن اتمیشون مختلفه، نمبر اتمیش مختلف میباشن. صرف فقط میتونیم بگیم دوستان محترم که تعداد نیوترون هاشون یکسان میباشن و امروز از همه مهمتر میخوایم در یافت تعداد نیوترون را هم با شما کار کنیم تا بتوانیم سوالات که در کنکور از این طریق میان خیلی راحت بتونیم اونها را حل بسازیم. شما محترم دوستان فرضاً در نظر بگیریم این اتم داشته باشیم اتم سدیم باشد و اینچم اتم مگنیزیم داشته باشیم. دوستان اتم سدیم نمبر اتم 11 وزن 23 باشد، مگنیزیم اتم 12 وزن 24 میباشند. فقط از ما خواسته که شما تعداد نیوترون هاش مساوی با چند میباشند. خیلی راحت میتون محاسبه کنیم دوستان. اگر یادتون بنده باشد ما روزهای قبل گفته بودیم که یک اتم در حالت عادی از لحاظ چارچ برقی خونسا هست، ای به این مفهوم که تعداد پروتون ها و تعداد الکترون هاش با هم یکسان میباشند. پس بنابراین سدیم را داریم 11، عددی که در سمت چپ پایین می نویسیم عبارت از تعداد پروتون هاستند. پس می توانیم بگیم که سدیم 11 تا پروتون داره. پس اگر 11 تا پروتون داشته باشد 11 تا الکترون هم می داشته باشد. بنابراین اینجا می نویسیم مگنیزیم. مگنیزیم عدد سمت چپ پایین نوشته هستند 12، یعنی 12 تا پروتون دارد. اگر خواستیم تعداد نیوترون ها رو براتون دریافت کنیم طریق کنکوری گفته بودیم دوستان، فقط کافی است این همه سوالات کنکور شما رو خیلی خوب جواب میده، عدد کوچک رو از عدد بزرگ تفریق یا منفی نماییم. پس بنابراین در اتم سدیم پایین نوشته هستند 11 و بالا 23، پس اگر ما از 23 11 تفریق کنیم میشه 12. بنابراین اینجا هم خیلی ساده دوستان، ببینید نوشته است 24، این نوشته است چند نوشته میشن 12 نوشته است. پس اگر 24 12 را کم کنیم باز میشه چند 12. پس بنابراین دوستان تعداد نیوترون هایشان با هم دیگر مساوی میباشند. پس خیلی خلاصه ساده راحت تر گفته میتوانیم ایزوتوپ اتم های عناصری هستند که نمبر اتمیشان یکسان است اما وزن اتمیشان با هم دیگر مختلف میباشند. پس ایزوبار چی هستند؟ ایزوبار عبارت از اتم های عناصری هستند که فقط وزن اتمیش با هم یکسان هستند اما نمبر اتمیشان یا تعداد پروتون هاش از هم مختلف یا متفاوت میباشند. موضوع دیگه که در قسمت شماره 3 داریم دوستان محترم ایزوتون میداشته باشیم. ایزوتون چی هستند؟ ایزوتون اتم های عناصری هستند که وزن اتمی و نمبر اتمیش مختلفه، صرف فقط تعداد نیوترون هاشون یکسان میباشند.
موضوع بعدی که بر شما ازتان در نظر گرفتیم موضوع ازوالکتریک میباشن. اما قبل از آغاز الکتریک میخوایم یک چند نکته را، یک چند تا تمرین میخوام با شما حل کنیم تا بتوانیم اینا تشخیص بدیم که ایزوتوبن، ایزوبارن، ایزوتونن، ازوالکتریک میباشن، کدام موضوعات میباشن دوستان. خیلی خوب، ما موضوعی که میخوام با شما در اینجا کم صحبت کنیم دوستان در رابطه با این موضوع اینجا خط میکشیم و به ادامهش اینجا قسمت را میخوام صحبت کنیم که اینا با هم دیگر ایزوتوبن، ایزوبار یا ایزوالکتریک میباشن. فرضاً در نظر بگیرین اینی اتم هیدروژن هستن. باشه یک موضوع ساده تر از یک موضوع راحت تر است در نظر میتونه بگیریم. فرضاً شما در نظر بگیرین دوستان سوال کنکور پارسال هست، این اتم کربن داریم 6-14 باشد و در کنار اتم کربن یک اتم دیگر هم در نظر میگیریم. فرض میکنیم نایتروژن را مینویسیم، نایتروژن را مینویسیم 7 چند مینویسیم، اینجا هم 14 مینویسیم. باشه اکسیژن را بنویسیم راحت تر خواهد بودیم دوستان. اکسیژن را مینویسیم، اکسیژن 8 مینویسیم 16. پس میخوایم بفهمیم که اتم کربن 6-14 با اتم اکسیژن 8-16 چه ارتباط با هم دیگر می داشته باشد. دقت کنین عزیزان، در اینجا خط می کشیم در قسمت پایین، میخوایم اینا رو ثبوت کنیم یا اینا رو به اثبات برسانیم که اینا با هم دیگر چی هستن. آیا ایزوبارن، ایزوبار می باشن، ایزوتون می باشن یا ایزوتوپ می باشن. کربن تعداد پروتون هاش 8 است، 6 می باشن، اکسیژن 8 هستن. وضع اتم اکسیژن 16 هستن اما کربن 14 می باشن. از ما خواستن که اینا هستن. پس اول بررسی کنیم آیا اینا میتونه با هم ایزوتوپ باشد؟ نه خیر. چرا؟ ایزوتوپ نیست چون که نمبر اتمی شکسان نیست. یک. شماره دو. اما وقت قسمت دیگه آیا میتونه با هم دیگر ایزوبار باشد؟ نه خیر. چون وزن اتمیشان یکسان نیستن. ولی میمونه ایزوتون. ببینو آیا با هم دیگر ایزوتون هستن یا نیستن. پس کربن نوشته 6-14. از 14 که 6 بره چند باقی مونن؟ 8 باقی مونن. اینجا رو ببین دوستان. از 16 که 8 بره باز در اینجا در نتیجه میشن 8. پس نتیجه گرفتیم که فقط تعداد نیوترون هاش با هم یکسان میباشن. پس گفتم میتونیم کربن 6-14 با 8-16 اکسیژن 8-16 اینا با هم ایزوتونن. چرا؟ چون که تعداد نیوترون هاشون یکسان میباشن. مثال دیگه رو شما در نظر بگیریم بینان محترم. فرضاً میداشته باشیم اینجا داریم اتم هیدروژن داریم، یک از ایزوتوپ هایش 1 و 3 که پیشتر در اینجا بر شما اشاره کردیم، همراهش با در نظر بگیریم با هلیوم رو در نظر میگیریم که نمبر اتمیش 2 است اما وزنشون 4 میباشن دوستان. پس بنابراین از ما خواسته که اینا رو با هم دریافت کنید با هم چی میباشن، چه رابطه با هم نگه داشته باشن. اول بیم ایزوتوپ. ایزوتوپ خیر قطعا نیست. دو علت داره. یکیش بین اتم های عناصر مختلفه. یک شرط اساسی دیگه که داشت ایزوتوپ این بود که بین اتم های یکسان باید باشد. اما در اینجا میبینیم که اتم های عناصر مختلفه، پس قطعا ایزوتوپ نیست. ایزوتوپ دو خاصیت، یکی باید نمبرات اتمیشون یکسان باشد و دیگر اتم های یک عنصر باشد. پس بنابراین قطعا که ایزوتوپ نیست. موضوع بعدیش ایزوبار هم نیست، چرا که وزنش 3 است از این 4 میباشن. اما موضوع دیگه میمونه که ایزوتون باید باشد. بله دوستان، عدد 3 داریم، از 3 که یکیش کم شد میشه چند؟ 2 میشد. اینجا هم داریم 2، از 4 که 2 کم شد بازم 2 میباشن. پس بنابراین ما دو نکته رو به شما اشاره کردیم دوستان. یک طریقه دریافت بسیار آسان، ساده، راحت کنکوری. شما هر سوال سنگین که در کنکور بیاد از این طریقه خیلی میتونید ساده راحت استفاده کنید دوستان، بدون اینکه شما گنگ شین، بدون اینکه سوال مورال سوال از بین از پیشتون بره که نتونین گیج شین، که نتونین چگونه سوال حل میکنید. خیلی طریقه آسان هستن، خیلی ساده راحت. عدد کوچک رو از عدد بزرگ تفریق یا منفی میسازیم، یا تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی رو از وزن اتمی کم میسازیم. پس از 3 یکیش بره 2 باقی میمونه و در اینجا از 4 که 2 بره 2 باقی. پس میبینیم که اتم هیدروژن 1-3 با هلیوم 2-4 با هم ایزوتونن، چرا تعداد نیوترون هایشان با هم یکسان میباشن. امیدوارم این قسمت را یاد گرفته باشین. موضوع دیگه که با شما برای شما در نظر گرفتیم ایزوالکتریک میباشن. دوستان همونطور که از نامش پیداستن ایزوالکتریک عبارت از اتم ها یا آیون های هستند که تعداد الکترون هایشان با هم یکسان باشد. پس بیم در قسمت ازی مثال حل کنیم و اینا رو بهتر خوبتر بفهمیم که بتونیم راحت اگر سوال در کنکور یا جای دیگر هم پرسان شد بتونیم جواب بدیم. ایزوالکتریک عبارت از اتم ها یا آیون های هستند که تعداد الکترون هایشان با هم یکسان باشند دوستان عزیز. پس بیم موضوع ایزوالکتریک رو بحث کنیم. اینجا شماره 4 در نظر میگیریم دوستان. شماره 4 ایزوالکتریک میباشن. ایزوالکتریک عبارت از اتم های آیون های هستند که تعداد الکترون هایشان با هم یکسان باشد. با مثال بیشتر میتونیم توضیح بدیم روی موضوع دوستان. پس شماره 4 را ما داریم به نام ایزوالکتریک میداشته باشیم. ببینیم که ایزوالکتریک کدام موضوعات را میداشته باشند.
با مثال را آغاز میکنم دوستان. مثال را از اینجا شروع میکنیم. شما فرض میکنیم اتم نیون را داشته باشیم. نیون نمبر اتمیش ده باشن. در کنار از اول بیم دوستان یک بار میرو مشخص بسازیم تعداد الکترون هایشون. چند بار اشاره کردیم در این موضوع، گفتیم که یک اتم در حالت عادی تعداد الکترون هاش با هم یکسان میباشن. نیون پروتونش 10 تایه، پس در حالت عادی از لحاظ چارچ برقی هم خنثی است، الکترونش هم 10 تایه باشن. پس میتونیم بگیم که نیون پروتونش هم 10، الکترونش هم 10 میباشن. در کنار دیگهش میداشته باشیم، اینی سودیم میداشته باشیم، نمبر اتمیش 11، اما آیون مثبت 1. این به این مفهوم که یک تا الکترون خود دست داده. من میخوام یک طریقه دریافت تعداد الکترون ها را به طریقه کنکوری ساده به شما بیان بسازم. همیشه متوجه باشون در صورتی که اتم آیون باشد یا اتم گفتیم اتم آیون باشد، فقط کافی یک تعداد چارج ها رو ببینید مثلا آیون رو ببینید، کاتیون یا انیون. پس در اینجا چارج مثبت است، چارج مثبت ما داشتیم که به نام کاتیون یاد کردیم، کاتیون مثبت 1 باشن. کافیه که تعداد چارج های مثبت را از نمبر اتمیش خلاف علامه جمع نماییم. ما در بالا می داشته باشیم مثبت 1 داریم، فقط کافی است خلاف علامه رو جمع کنیم. پس مثبت 1 است یعنی منفی 1 باشن. پس از 11 که یکش باقی یک را کم کنیم میشه 10 باشن. پس بنابر گفتم می توانیم که سدیم آیونی سدیم مثبت 1، چون نمبر اتمیش 11 باشن، از 11 که خلاف علامه رو جمع کنیم پس الکترونش میشه 10 تا. پس بنابر میگیم که ایزوالکتریک اتم ها یا آیون های هستند که صرف تعداد الکترون هایشان یکسان می باشند. مثال دیگه اش در نظر بگیریم، مثال دیگه اش مثلا حل کنیم برای شما دوستان. فرض میکنیم دوستان این مگنزیم هستن، مگنزیم نمبر اتمی 12 تا است، اما تعداد الکترون هایشان رو به ما گفتن، ولی آیون مثبت چند هستن؟ مثبت 2 باشن. در نظر داشته باشین اتم دیگه اش هستن آلومینیم در نظر بگیریم، نمبر اتمی 13 باشن ولی مثبت 3 باشن. اتم دیگر در نظر میگیریم اکسیژن میباشن، نمبر اتمی 8 ولی این آیون اما کاتیون نیست بلکه انیون میباشن. ما میخوایم بفهمیم که اینا چه ارتباط با هم دیگر میداشته باشن. عبارت از ایزوتوبن، ایزوبارن، ایزوتونن، اینا چی هستن؟ یا ایزوالکتریک میباشن. ما طریقه کنکوری که به شما از آن یادآور شدیم خیلی ساده گفته میتونیم اینجا ببینید دوستان، نمبر اتمی 12 اما چارج مثبت 2، مثبت 2 گفتم خلاف علامه بری جمع کنیم، پس علامه که مثبت با تعداد چارج های مثبت از کم بشه، پس از 12 که 2 را کم بسازیم میشه 10، الکترونش 10 تا مونده. اینجا رو ببینید دوستان، آلومینیوم نمبر اتمی 13 یعنی 13 تا پروتون می داشته باشد ولی 3 تا الکترون باخته، پس این با این خلاف علامه جمع کنیم، از 13 که 3 اش بره بازم تعداد الکترون ها میشه چند تا؟ 10 تا. اینجا در نظر بگیرید خلاف علامه تعداد چارج های مثبت را خلاف علامه جمع کنیم. نوشته هستن تعداد پروتونش 8 باشن، اما از ما خواسته الکترون چند. متوجه باشین ایم اول نگاه کنید که آیا آیون ما کاتیون است یا انیون. پس میگیم چارج منفی، چارج منفی با نام انیون یاد میشد، با تعداد انیون ها با نمبر اتمی خلاف علامه جمع کنین، نمبر اتمی 8 چون که منفی 2 هستن 8 جمع 2 میشه 10 میشن. پس بنابراین دوستان مگنزیم مثبت 2، آلومینیم مثبت 3 یا آیون اکسیژن منفی 2 با همدیگر ایزوالکتریک میباشن. از کجا بفهمیم که ایزوالکتریک هستن؟ از اونجایی که تعداد الکترون هایشان یکسان میباشن. پس بنابراین دوستا این قسمت را خیلی خلاصه یک بار دیگر مرور کنیم. فقط یک نکته، ایزوتوپ نمبر اتمیشان یکسانه، ایزوبار وزن اتمیشان یکسان بود، صرف وزن اتمیش یکسان میباشن، ایزوتون تعداد نیوترون هایش یکسان میباشن، اما ایزوالکتریک عبارت از اتم های عناصر هستند که بین اتم های آیون ها که صرف تعداد الکترون هایشان یکسان میباشن. دوستا این موضوعات بود که در رابطه با این قسمت بر شما بحث کردیم، ایزوتوپ با مثال هایش، ایزوالکتریک و موضوع خیلی حساسی عبارت از طیف اتمی باشند. دوستا ببینیم که طیف اتمی چی هست یا اسپکتر اتمی کدام موضوعات اشاره میکنه، کدام موضوعات اشاره نمیکنه. دوستان طیف اتمی، طیف اتمی یا طیف یا تیف، طیف اتمی رو چند موضوع رو باید یاد داشته باشیم. اول میم سر تعریفی صحبت میکنیم، طیف اتمی عبارت از چی هست چی نیستن. یک بار خیلی خلاصه میم روی تعریف میکنیم، یک بار دیگه خیلی آسان ساده آله اندازه‌گیری زیر میخوانیم که چی نه آله اندازه‌گیری میداشته باشد، و یک بار دیگه میم انواع زیر میخوانیم که این چند نوع میباشند.
چند نوع میباشن. قسمت اول بخوایم طیف رو به شما تعریف کنیم دوستان. شما همونطور که در تصویر میبینید در اینجا، طیف اتمی عبارت از تصویر نورهای رنگ است که در زمان عبور از یک اسپکترگراف تشکیل میشود. شما در شنید در تصویر میبینید اینجا نور هست، از منشور عبور کرد و در نتیجه زمانی که از منشور عبور میکند برنگهای متفاوت تشکیل میشود یا تجزیه میشود. عبارت از طیف میباشند. یک تعریف ساده‌تر یا آسان‌تر هم می‌داشته باشیم. میگیم طیف چی هست؟ طیف عبارت از تصویر نورهای رنگ است که اثر تحریک اتم‌ها به وجود می‌رسند. زمانی که اتم‌ها را تحریک می‌سازیم، الکترون‌ها از مدار پایین در مدارهای بلند ارتقا می‌یابد و زمانی که الکترون‌ها پس دوباره در زمان مشخص معین به مدارهای پایین انتقال می‌کند، انرژی جذب شده را به شکل نور آزاد می‌سازد و هرگاه همان نورهای آزاد شده را اگر که همون نورهای آزاد شده را اگر که از منشور عبور بدهیم به رنگ‌های مختلف تجزیه می‌شود که عبارت از طیف همان اتم می‌باشند. پس بنابراین دوستان اول تعریف کردیم دوستان. همون طور که شما در تصویر می‌بینید دوستان، طیف عبارت از تصویر نورهای رنگ است. بله دوستان، طیف تصویر نورهای رنگ است که در زمان عبور از یک اسپکتر گراف تشکیل می‌گردد. یا می‌گیم که طیف عبارت تصویر نورهای رنگ است که در سر تحریک اتم‌ها به وجود می‌آید دوستان. تعریف‌های متفاوتی از طیف هستند، ولی مشخصاً یک تعریف کوتاه. طیف عبارت از تصویر نور رنگ می‌باشند. طیف عبارت از تصویر هستند، تصویر نور رنگ می‌باشند. این تعریف است. آله اندازه‌گیری طیف عبارت از چی می‌باشند؟ اسپکتروگراف می‌باشند دوستان. اسپکتروگراف می‌باشند. آله اندازه‌گیری طیف اسپکتروگراف می‌باشند. این موضوعی می‌باشند. انواعشان به صورت کل گفته می‌توانیم که طیف و دو نوع می‌باشند. یک از اینا میباشن، یکشون طیف هایی که ما داریم طیف خطی هست دوستان، یک بار دیگر هم داریم طیف مسلسل میباشن. فرق بین طیف مسلسل و طیف خطی را میخواییم مشخصا دور تصویر برتون بیانگو بسازیم دوستان. اما قبل از او باز هم میخواییم در قسمت طیف ها با شما صحبت کنیم دوستان. طیف خطی را باز هم یک بار دیگر این را تقسیم بندی میسازیم. یک بار میگیم آقا طیف را تعریف میکنیم، طیف خطی را یک بار باز هم انواعش برتون بیان می‌سازیم. در قسمت تعریفش که تعریف شد، اما در قسمت انواعشان باز هم طیف خطی را دو نوع می‌داشته باشیم دوستان. قسمت اول می‌خوایم طیف روی طیف مسلسل با شما صحبت کنیم دوستان عزیز. طیف مسلسل اول مشخصاً روی تعریفش صحبت کنیم که تعریفش چی باشند دوستان عزیز. طیف مسلسل طیفی است که سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهنده آن مشخص نیستن. میخوام اینجا در تصویر بیشتر روی صحبت کنیم دوستان. شما همونطور در شکل میبینید دوستان، در اینجا نور آفتاب هست، از منشور عبور کرد، در شکل واضح‌تر دیده میشد اینجا سن. میبینید در اینجا این طیف مسلسله که سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهنده شون مشخص نیستن. دقیق ما دقیق سرحد تعیین کرده نمیتونیم، نمیتونیم بگیم که از اینجا تا اینجا یک خط است دوستان. ببینید در اینجا سرحدشون خیلی مشخص نیست. این طیف مسلسله. ببینید در اینجا سن بین این رنگ با این رنگ یا این رنگ با این رنگ هستن، رنگ های آبی با رنگ های زرد، رنگ زرد با رنگ های گلابی دقیق مشخص نیست. سرحد بین رنگ ها مشخص نیست. اما در اینجا شما تصویر دیگر می نوسن. سکون در اینجا سرحد مشخصه. اینجا آبی کم رنگ، سیاه هست، خاکستری باشند، دیگر رنگش هم گلابی باشند. پس در اینجا این طیف خطی سن. پس گفتم می توانیم دوستان طیف مسلسل طیفی است که سرحد بین رنگ ها مشخص نیست. خیلی آسان میتونیم بگم دوستان در طیف مسلسل سرحد مشخص، سرحد بین رنگ مشخص نیست، سرحد بین رنگ های تشکیل دهنده طیف اینجا مشخص نمی باشن، مشخص نیست. این عبارت از طیف مسلسل باشن. اما طیف خطی برعکس اون دوستان، سرحد بین رنگ های آن مشخص است. سرحد بین، اول تعریف کن دوستان، سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهنده آن مشخص می‌باشد. میگم سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهنده آن مشخص می‌باشد مثلا. سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهنده آن مشخص هستن یا مشخص می‌باشد مثلا. پس بنابراین یک بار دیگر می‌خوام براتون واضح‌تر بسازیم. دوستان محترم طیف عبارت از تصویر نورهای رنگ می‌باشد. آله اندازه‌گیریش به نام اسپکتروگرافی می‌باشد. طیف به صورت کلی دو نوع می‌تونیم بگیریم، خطی و مسلسل میباشند. که طیف خطی را اول مشخص کنیم که سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهندهش مشخص میباشد، معین است. اما در طیف مسلسل تعریف سرحد بین رنگ‌های تشکیل دهنده آن مشخص نیستند.
در اینجا میتونیم یک تشکیل دهنده را اضافه کنیم. مثلا سرحد بین رنگ های تشکیل دهنده آن مشخص نمیباشند یا مشخص نیستند. اما طیف خطی باز هم به نوبه خود دو نمیباشند. ما یکی از اونها را به نام طیف اتمی خروجی میداشته باشیم. طیف اتمی خروجی داریم که طیف اتمی خروجی معمولا به نام طیف نشری هم برشمار میکنیم دوستان. اما یک دیگر هم میداشته باشیم به نام طیف جذبی هم بهش میتونیم اشاره کنیم دوستان. قسمت اول میخوام اینا رو قبل از این که روی تعریف میخوام بپردازیم مشخصا براتون میخوام این نکته شما رو در تصویر بیشتر روش صحبت کنیم دوستان. کدام از اینا طیف خطی میباشن، طیف اتمی خروجی یا نشری است و کدامشان طیف اتمی جذبی یا طیف اتمی خطی جذبی میباشن. دوستان عزیز در تصویر همونطور شما در اینجا میبینین دو تا تصویر، یکی اولی گفتم طیف مسلسل، اما در بین از این دوستان دو تا تصویر هستن، یکیشون که به نام ابزور پیشنیت می شود، دیگه ایمیجنیت می شود، ایمیجنال اسپکتر می باشند. در تصویر بالا که دقیقا اینجایی که من اشاره می کنم، این طیف جذبیه. اما قسمت پایین طیف ایمیجن، این به نام طیف خطیت می شود. طیف خطی با طیف جذبی فرقشان در چیستن؟ در طیف جذبی خطوط سیاه به نظر می رسند. شامل طول موج های معین هست، ولی خطوط رنگه دیده نمیشن. چرا دیده نمیشن؟ چون که نورها را جذب کرده. اما در قسمت پایین شما ببینین این طیف خطی است که طیف خطی هست. اول از کدام نوع طیف خطی؟ طیف اتمی خروجی یا نشریه که نورها را جذب نکرده، خارج ساخته. پس بنابراین خیلی ساده تر گفته میتونیم که فرق بین طیف نشری یا طیف جذبی در همین، در طیف جذبی خطوط سیاه به نظر می رسند، علتش چیست؟ چون که نورها را جذب کرده، خارج نساخته. اما در طیف نشری یا طیف خروجی میگیم که نور را خارج ساخته، جذب نکرده یا نشر ساخته، خطوط رنگه به نظر می رسد. اما در طیف جذبی خطوط سیاه می رسد، شامل طول موج مکمل می باشند، طول موجش مشخصه اما نشر نکرده، اونا را جذب کرده. پس اگر بخوایم واضح تر می تونیم اینا را در روی تصویر هم در روی شکل هم می تونیم بنویسیم. دوستان عزیز طیف اتمی خروجی توسط دو وسیله، یکیش میتونیم بگیم جریان برق یا حرارت تحریک میشه دوستان. طیف خروجی، طیف اتمی خروجی یا طیف نشری توسط جریان برق یا حرارت تحریک میشن که دقیقاً این سوال فرم کنکوره. اما طیف جذبی دوستان محترم، طیف جذبی توسط نور سفید یا نور آفتاب تحریک میشه دوستان. پس میتونیم نور سفید بگیم دوستان. این سوال فارمی کنکور می باشند دوستان. سالهای گذشته بود که ما طیف جذبی رو توسط کدام وسیله زیل می تونیم تحریک بسازیم دوستان. توسط نور سفید تحریک می سازیم. نور سفید یا نور آفتاب تحریک می سازیم. شما در نظر بگیرید دوستان عزیز، یک تشکیل می تونیم در اینجا فرض می کنیم اینجا آفتاب باشد. اینجا سن نور پخش می کنه، از اینجا نور پخش می شه. نور وارد شده از این را اینجا یک دانه منشور می گذاریم، یک منشور باشد. زمانی که نور از منشور عبور میکنه دوستان، در اینجا هم طیف ها نورها تجزیه میشن. ما دقیقا در اینجا یک پرده سیاه میداشته باشیم. اگر در روی پرده سیاه دوستان عزیز اینجا هستن، این یک تصویر داشته باشیم، در کنار از یک تصویر دیگر را هم میخوام به شما نشان بدم، شما این دفعه داشته باشین، خب نور آفتاب نباشد، جنان برق باشد یا حرارت باشد. شما در نظر بگیرین یک تا ما اینجا یک دانه گروپ داشته باشیم دوستان. اگر که باشد اینا رو میتونیم چه شکل ارائه کنیم دوستان. شما در نظر بگیرین اینجا خب جریان برق باشد یا هر چیز دیگر که در نظر بگیم دوستان. اینجا سن نور سفید در نظر گرفتیم این قسمت را، ولی اینجا جریان برق را در نظر میگیریم. جریان برق را، این جریان برق در نظر میگیریم. زمانی که جریان برق را ما بیایم اگر این را از منشور عبور بدهیم، در نتیجه در اینجا باز هم نور تجزیه شد و اینجا یکدان اسپکتر یک پرده سیاه باشد. چرا پرده سیاه؟ چون در روی پرده سیاه نورها تشکیل میشود، دیده میشود دوستان. پس در اینجا خطوط رنگه به نظر میرسد، خطوط رنگه مشخص در نظر میرسد. اگر که خطوط سیاه را در نظر بگیم، این طیف جذبی باشند، طیف جذبی باشند، ولی خطوط را رنگه را در نظر بگیم، این به نام طیف اتمی خروجیت میشه دوستان. طیف اتمی خروجیت میشه. پس بنابراین خیلی خلاصه گفته میتونیم که طیف خطی به نوبه خود دو نوع میباشند که عبارت هستند، یکشان طیف اتمی خروجی یا طیف نشری است و یک دیگه شم طیف جذبی باشن که طیف اتمی خروجی یا نشری را توسط جریان برق یا حرارت تحریک می‌سازیم، اما طیف اتمی جذبی را، طیف اتمی خروجی یا طیف جذبی را توسط نور سفید یا نور آفتاب تحریک می‌سازیم که در نور آفتاب
میبینیم. چرا؟ چون که نور آفتاب زمانی که از منشور عبور میشود خطوط را طول موج مشخص میداشته باشد، اما بعض از نورها را بر اساس تعاملاتی که در سطح آفتاب هستند یا اتمهایی در سطح آفتاب هست اونا را جذب میکنه و سبب میشود که اونا خارج نشود. اما دانشمندان آمدن روی طیف اتم هیدروژن صحبت کردند، دانشمندان روی طیف اتم هیدروژن صحبت کردند و یا و طیف هایشان را که کشف کردند به نام کاشفینشان یاد نمودند، که ما دقیقاً یک سال فارم کنکور هست همینجا می داشته باشیم که دانشمندان روی کدام اتم تحقیق نمود، روی اتم هیدروژن تحقیق نمود و به نام کیا مسمى شد؟ به نام کاشفینش مسمى شد، که انشاءالله و رحمان ما در روزهای بعد روی موضوعات کاشفینشان چی کسانی بودند، چه موضوعات رو بررسی کردن در روزهای آینده خدمت شما ایراد خواهیم کرد. امیدوار هستم که از درس امروز استفاده مزید را برده باشین. شما را میسپاریم به خداوند لایزال. روز خوش. بدرود.